وزارت تحصیلات عالی اکنون پس از یک دهه به کدام سمت می رود؟ با گذشت یک دهه فراز و فرودها در نظام تحصیلات عالی افغانستان، هنوز هم وارد شدن در دانشگاه های دولتی از دغدغه های اصلی اکثریت جوانان افغان است. روند آزمون کانکور در شمار از ولایت های کشور پایان یافته و در شمار دیگر از ولایت ها هنوز هم آغاز نشده است. آزمونی که همه ساله جنجال های پیچیده ای را به همراه داشته است. فرمان تقنینی رئیس جمهور درد سر تازه در برابر نظام تحصیلات عالی. فرمانی که شمار از آموزگاران از نظام تحصیلات عالی کنار خواهد زده شد و شمار هم به عنوان آموزگار حرفه‌ای وارد نظام تحصیلات عالی خواهند شد. روی همه این موارد در پرسپال کنونی من حارس جمالزاده با فریده مهمند وزیر تحصیلات عالی کشور. بانو مهمند بسیار زیاد خوش آمدین. در آغاز می‌خوایم که بدانم روند آزمون کانکور به کجا رسیده، کدام ولایت آزمونش گرفته شده و کدام ولایت قرار است در این هفته گرفته شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه تولو نیوز. امتحان کانکور در حدود 23 ولایت که شامل 26 حوزه میشه موفقانه سپری شده و 11 ولایت دیگه باقی مانده که بخیر پروسه کانکور در 3 ولایت بالکل آماده هستیم که انشالله در هفته پیش رو 3 ولایت دیگه هم ختم خواهد شد و به می ترتیب پیش خواهد رفت. یعنی بررسی های شما چی را نشان میده؟ چی تفاوت های نسبت به سالهای گذشته وجود داشته؟ بله، کنکور امسال بسیار متفاوت از سالهای قبل برگزار شده. الحمدلله شفافیت پروسه به صورت تام تامین شده در تمام ولایت افغانستان. تا همین اکنون که ما با شما صحبت میکنم با 23 ولایت امتحان سپری کرده، الحمدلله بسیار به شکل شفاف و بسیار عاری از هر گونه تقلب و مشکلات بوده و کاملا پروسه امتحان متفاوت تر از سالهای قبل بوده. به این معنی که ما در تمام پروسه کنکور اصلا تغییرات بسیار کلی را وارد کردیم، چی در کمیته کنکور یعنی افراد تعویض شده، چی در نحوه سوال ساختن. ما تانستیم امسال که تقریبا 17000 سوال جدید بسازیم و در داخل بانک سوالات بکنیم، چرا قبلا ما تقریبا حدود 22000 سوال در بانک سوالات موجود بوده که از این جمله 6000ش مربوط نصاب کهنه میشده. به این ترتیب ما تانستیم که حال 33000 سوال ما در بانک سوالات داریم که هرگاه به هر دو زبان که ترجمه شده تقریبا 66000 سوال میشه. یعنی انتقادات هنوزم وجود داره، اما موارد است که در گذشته هم وجود داشت. این است که هنوز هم نماینده های مردم مداخله میکنند در روند، افراد با نفوذ دخالت دارند، بزرگای قوم حتی در برخی موارد دخالت میکنند در جریان گرفتن امتحان در این ولایت ها. ممکن است که تشبث های صورت بگیره به خاطر از اینکه مداخله در روند کنکور صورت بگیره، اما ما به صورت قطع بر شما اطمینان میدیم که در امو لحظه که اینها میخواین مداخله کنند درست است. راپورهای ما هم دارم که بعضا در بعضی از ولایات وکلای محترم یا وکلای محترم شوراهای ولایتی خواستن که مداخله بکنن یا بعضی از افراد غیر مسئول خواستن که در صحنه داخل شوند، که به صورت قطع ما با تماس های مستقیمی که در هر لحظه ما شخصا هر صحنه کنکوری که در هر ولایت برگزار میشه ما خودم از اینجا نظارت میکنم. به این معنی که تماس تلفنی منظم داریم، همه که برای ما گزارش میرسه که کسی میخواد که مداخله کنه، ما فورا با والی، با قماندان امنیه، با رئیس به امنیت در داخل در اینجا در کابل در تماس میشیم و به صورت قطع هدایت ما برای هیئت کنکور هم است که هرگاه هر کسی که مداخله کنه و نگذاره که پروسه کنکور به صورت شفاف برگزار شود، ما همو ولایت همو لحظه لغو خواهد کردیم. که چنین مواردی را ما شاهد بودیم، یک تعداد افراد خواستن که در صحنه امتحان داخل شوند و مداخله بکنن، با برخورد بسیار جدی هیئت کنکور مواجه شدن. بالاخره ما بر از اونها گفتیم که ما امتحان لغو میکنیم و مجردی که این مسئله تذکر داده شده و همچنان تماس های مستقیمی که ما با والی ها و با قماندان های امنیه داشتیم و هدایت جدی که رئیس به جمهور در این مسئله داشته، اونا به صورت فوری صحنه را ترک کردن. هیچ ولایتی را ما گزارش نداریم که پروسه کنکور خدشه دار شده باشه. و این روند گرفتن امتحان کنکور بالاخره چی وقت تمام میشه و نتایجش چی وقت، یعنی پیش بینی وجود داره که چی وقت اعلان میشه؟ بله، انشالله که ما کنکور در تاریخ 15 هود از تمام ولایت به شمول کابل
پیشبینی ما تخمین ما امطور است که ختم خواهیم کرد و در حدود یک هفته الا ده روز بعد از اینکه پروسه ختم میشه ما نتایج کنکور اعلان خواهیم کرد. و در قسمت فرمان تقنینی رئیس جمهور که در تاریخ 18 عقرب صادر شد، جنجال های بسیار در میان دانشگاه ها برپا کرد و از جمله در دانشگاه کابل، بالاخره سرنوشت این فرمان چی شد؟ خب قانون تحصیلات عالی توسط فرمان تقنینی رئیس جمهور نافذ شد. قانون و فرمان تقنینی به شدت خود باقی است، تمام مواردش عملی میشه و در منصه اجرا قرار داره. یعنی نگرانی های وجود داره ای که مواردی که در این فرمان ذکر شده و در قانون تحصیلات عالی وجود داره نگران کننده از برخی از آموزگارا، یعنی میپذیرین که در این فرمان مشکلات وجود داره یا در شکل کلش یک فرمان خوب است میتونه که نظام اکادمیک افغانستان به شکل بهترش مدیریت بکنه؟ از نظر ما این فرمان یا این قانون تحصیلات عالی یکی از قوانین بسیار خوب و مترقی است که برای رشد متوازن تحصیلات عالی در کشور یک قانون پاسخگو است. خب مواردی را که استادای بزرگوار به او اشاره دارند و همیشه مورد انتقادشان قرار گرفته، یک سلسله موارد بسیار محدودی است که در بعض از موارد اونا نگرانی خود ابراز کردند که ما فکر میکنم امون نگرانی ها هم قطعا به صورت قطع قابل حل است و قابل تفاهم است. ممکن یک چند موردی را قانون در بسیار موارد کوچک ایجاب تعدیل بکنه که این تعدیل همیشه میتونه صورت بگیره و هیچ مشکل جدی را مدرد. یعنی موارد را که آموزگارا انتقاد دارن قابل تعدیل است، میخواین روی از او تعدیل بیه؟ ممکن بعضی از مواردی که معقول و منطقی باشه بله. یکی از مواردی که به طور مثال کسایی که سند لسانس دارن و به عنوان آموزگار تدریس میکنن و بیشتر از 6 سال شده که اونا ترفیع نکردن، بر بنیاد این حکم یا این فرمان باید اونا منفک شوند؟ بله، این مورد است که ایره خود استادای محترمی که در کمیته قانون، یعنی در بحث روی قانون یک کمیته ایجاد شده بود، تقریبا 3 ماه این کمیته روی امی موارد قانون بحث کرد و این استادای بسیار با تجربه تمام پوهنتون های افغانستان با عرض معذرت تمام پوهنتون های مرکز در او اشتراک داشتند. البته این مورد اونا خودشان روی پافشاری کردن، یعنی این مورد نیست که تعدیل شده باشه در کابینه، این مورد است که خود استادای محترم پیشنهاد کردن، ولی برای رفع از این چالش ما راه حل داریم. به این معنی که بعد از اینکه این قانون نافذ شد، تای فرمان ما برای استادای بزرگوار خود وقت میتیم که اینا هر چی زودتر برای خود موضوع تعیین بکنن. در ظرف یک سال هرگاه اینا موضوع برای خود تعیین میکنن و روی موضوع ترفیع علمی خود کار میکنن، اصلا ما نمیگذاریم که استادا منفک شوند، یعنی رای حل برای از اینا پیدا کردیم. ممکن در گذشته ها بعضی استادها با برخوردهای سلیقوی یا برخوردهای دوگانه از طرف دیپارتمنت ها مواجه شده باشند یا مشکلاتی در پروسه ترفیع از اینا به میان آمده باشه. یعنی پس بر بنیاد آنچه که شما گفتین، یعنی قرار نیست این آموزگاران منفک شوند، یعنی زمینه سازی میشه که پس ادامه بدن به وظیفه‌شان؟ دقیقاً، ما بالکل حمایت میکنیم استادای بزرگوار، زمینه را برای ترفیعشان مساعد میکنیم و با ایشان همکار هستیم و قطعاً چنین در نظر نداریم که استاد را بنابری که ترفیع نکرده باشه منفک بسازیم. و در یکی از موارد دیگه فرمان آمده که آموزگارایی که با داشتن سند لسانس مقرر شدن، یعنی تا هنگامی که سند ماستری خود به دست نمیارن نمیتونن که ترفیع کنن، یعنی چی آمادگی را وزارت تحصیلات عالی داره برای آموزگارا که بتونن تحصیلات خود ادامه بدن و سند ماستری به دست بیارن؟ بله، ما یکی از اولویت های عمده وزارت تحصیلات عالی ظرفیت سازی استادای محترم است. شما میدانید در طی سالهای جنگ و مشکلاتی که در افغانستان بوده، متاسفانه او ظرفیت لازمی را که استادای پوهنتون های ما باید می داشت نداشتند یا کسب نکردند. بنان تعداد از استادا به سطح لسانس خیلی زیاد است. ما نهایت کوشش داریم که استادایی را که به سطح لسانس در پوهنتون های ما تدریس میکنند و جوانتر هستند، اینا را به صورت قطع پلان و برنامه ما است که اینا را به برنامه های ظرفیت سازی، یعنی به ماستری و دکترا به خارج از کشور بفرستیم و یک تعداد هم زمینه های ماستری شان در داخل کشور مهیا می سازیم و استادایی را که جدیدن به خانواده تحصیلات عالی پیوستن، یعنی قبل از فرمان اینا به شکل لسانس وارد پوهنتون ها شدن، ما به صورت قطع مطمئنا بر از اینا زمینه های برنامه های ماستری را در داخل و بیرون کشور مهیا می سازیم. ما برنامه های بسیار دقیقی را روی دست داریم که اینمی خلا را ما پر بکنیم.
این امی خلال شما گفتن که یکی از امور راهایشی است که با بیرون از کشور میفرستن و ظرفیت سازی میشه. یعنی چی گام در داخل کشور تا هنوز برداشته شده تا ای که اینا عملا در داخل افغانستان آموزش ببینن؟ یعنی تا هنوز کدام دانشگاه ایجاد شده یا کدام مرکز قرار است ایجاد شده به خاطر آموزش های تحصیلات عالی مثل ماستری و دکترا؟ بله، ما در داخل افغانستان همی الان حدود 30 برنامه ماستری را در پوهنتون های دولتی داریم و تعداد برنامه های ماستری در پوهنتون های خصوصی هم فراوان است و تقریبا 3 برنامه ماستر دکترا در داخل افغانستان همی الان فعالیت میکنند. برنامه های دکترایی که گفتن یعنی در نهادهای دولتی عملا وجود داره یا در نهادهای خصوصی است؟ در نهادهای دولتی ما 3 برنامه دکترا در برنامه های در پوهنتون کابل داریم که برنامه دکترای دری، پشتو و شرعیات ماست. و پس از نافذ شدن قانون اساسی فعلی یعنی چگونگی تقرر آموزگاران بر بنیاد چی است در وزارت تحصیلات عالی؟ بعد از اینکه قانون نافذ است طبعا ما بعد از این لسانس نمیتونه که وارد پوهنتون ها شوه. استادی که به پوهنتون پذیرفته میشه باید دارای درجه حداقل ماستری باشه و از یک بک‌گراند یا سابقه تحصیلی روشن برخوردار باشه که در اونجا معیارهایی که در قانون تحصیلات عالی پذیرفت پیش بینی شده با عموم معیارها و با داشتن درجه حداقل ماستری میتونه که به پوهنتون های افغانستان یک شخص داخل شوه. و سند ماستری گفتن یعنی کدام معیار نمرات هم در نظر گرفته میشه یا یکی کافی است فقط سند ماستری داشته باشه؟ خیر، به صورت قطع نمرات معیار است. اونایی که از داخل افغانستان ماستری به دست آوردن باید 80% نمرات تکمیل کرده باشن در طول دوره ماستری خود و اونایی که از بیرون از افغانستان ماستری به دست میارن، خب چون در بیرون از افغانستان برای یک افغان خیلی مشکل است که نمرات بالا یا 80% یا بالاتر از او رو به دست آورده باشه، با یعنی با یک بینش منطقی به این مسئله هر کسی که از بیرون از افغانستان حد درجه خوب به دست آورده باشه، یعنی گروپ گرید بی را به دست آورده باشه، او میتونه که من حیث استاد، البته بعد از اینکه رقابت میکنه، پروسه امتحان وجود داره و امتحان هم در رقابت است، بعد از اینکه پروسه رقابت هم موفقانه طی میکنه وارد سیستم تحصیلات عالی میشه. اما همون قسمی که شما گفتین یعنی گرفتن گرید بی هم در بیرون از افغانستان کار ساده ای نیست، یعنی هستن شمار زیاد از جوانایی که به بیرون از افغانستان رفتن و سند ماستری به دست آوردن اما اونا موفق نشدن این گرید بی رو بگیرن، حتی اکثریتشون گرید دی دارن. یعنی اینا پس نمیتونن بر بنیاد این قانون وارد تحصیلات عالی شون؟ خب تحصیلات عالی چون یک جای است، یک محیط بسیار اکادمیک است، استادی که وارد پوهنتون میشه باید دارای درجه تحصیل عالی باشه و به درجه عالی فارغ شده باشه. از این خاطر معیار واضح است که در پوهنتون ها یا در وزارت تحصیلات عالی بلند است. به می خاطر ما معیار گرید بی را قبول کردیم. البته ما یک تعداد زیاد جوان های مستعد داریم که گرید بی دارن و اونا میتونن که وارد سیستم تحصیلات عالی شون. و در قسمت ظرفیت سازی یک چیز دیگه که همیشه میان استادا مطرح میشه است که در گذشته ها معیار بوده، یعنی کسایی که قرار بود به بورسیه فرستاده شوند بیرون از افغانستان از اونها آزمون انگلیسی گرفته میشد، زبان انگلیسی را باید اینا یاد میداشتن. اما اکثریت استادایی که یعنی پیشتر اشاره شد که دارای سند لسانس هستند و اینا بدبختانه با اون زبان انگلیسی آشنایی کامل ندارن، یعنی برخورد وزارت تحصیلات عالی با این قبیل آموزگارا چی است؟ یعنی اینا رو چگونه زمینه ازیر مساعد میسازه که برن به بیرون از افغانستان تحصیل کنن؟ سوال خوب است. ما همین لحظه از کمک های بانک جهانی برنامه ماستری را برای استادای خود، برای 300 استاد خود میخواییم در ظرف 5 سال آماده کنیم که 100 استاد همین الان آماده رفتن هستند. اینو از نزد از اینو امتحان اخذ شده، اونایی که نمرات قابل قبول گرفتن اینا میرن به صورت آماده، اینا میرن به برنامه های ماستری. تعدادی که نمرات کمتر گرفتن اینا به سال آینده به خیر آماده میشن. ولی در مجموع وزارت تحصیلات عالی افغانستان در نظر داره که برنامه های انگلیسی را در داخل پوهنتون های افغانستان با کمک دونرهای خود ما ایجاد بکنیم و مخصوصا برای استادای جوان خود ما آموزش انگلیسی را اجباری قرار میدیم. به این معنا که
تا درجه پوهنمل هر استادی که هست مکلف است با آموزش زبان انگلیسی به صورت درست و اساسی خود، یعنی حتی یک شرط قرار دادیم که تا اینا انگلیسی را به صورت دقیق نیاموزن حتی طرفی علمیشون به تاخیر مواجه شو. این به خاطر از است که اینا واقعا خود مکلف بدانند که لسان انگلیسی را یاد بگیرند، به خاطر از اینکه با معیارهای بین المللی برابر باشند و از ماخذ هایی که وجود داره و اکثرا به لسان انگلیسی است اینا استفاده بهینه کرده بتونن و اصلا یک تغییر مثبت در سیستم تحصیلات عالی افغانستان وارد کرده بتانند. یعنی برنامه هایی را که شما اشاره کردین بر یک نحوه در گذشته هم وجود داشته، اما نشان داده تجارب این برنامه ها که در گذشته کارایی چندان نداشته، یعنی یک شکل نمادین و سمبولیک در هر دانشگاه بوده اما هیچ کس علاقمندی از این را نداشته که بره لسان انگلیسی را آموزش ببینه، در حالی که آموزگار اونجا بوده از طرف دونرها ماش میگرفته، محل بوده، تمام امکانات بوده اما علاقمندی از سوی آموزگاران نبوده. روی همین دلیل است که ما خدمت شما عرض کردم که ما میخواهیم که این برنامه را بسیار به صورت جدی پیگیری کنیم و این را برای استادای خود شرط قرار دادیم که تا زمانی که اینا یک سند معتبر انگلیسی را یا لسان خارجی را نداشته باشند ما اینا را ترفیع ندیم و بعد از این برنامه های خود به صورت بسیار دقیق نظارت و بررسی خواهیم کرد. ما نخواهیم گذاشت که وقت استادا بیهوده هدر بره. اینا از کورس های آموزش لسان انگلیسی به صورت دقیق استفاده خواهند کرد، امتحان های بسیار دقیق را سپری خود کردند و بعد از اینکه انگلیسی را به صورت معیاری و درست بیاموزند ما اینا را به برنامه های ماستری روان خود کردیم و ترفیعاتشان را اجرا خود کردیم. و برخورد وزارت تحصیلات عالی در برابر نهادهای تحصیلات عالی خصوصی چگونه خواهد بود؟ آیا مواردی که اشاره شد این تنها بالای نهادهای دولتی تطبیق میشه یا اینکه نهادهای خصوصی هم جزء فرمان میشه؟ البته نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هم یک بخش از وزارت تحصیلات عالی افغانستان است. ما قطعا اونا را جدا از خود نمیدانیم. تلاش وزارت تحصیلات عالی افغانستان ای است که ما با برنامه‌ریزی دقیق بتانیم که یک بازرسی و تحقیق کلی را از پوهنتون‌ها و نهادهای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی خود داشته باشیم. روی امی ملحوظ است که خوشبختانه رئیس جمهور بنابر امی موجودیت یک دقت و ارزیابی دقیق همی پوهنتون ها فرمان تعلیق ایجاد مؤسسات جدید صادر کردن. ما با استفاده از این فرصت خوب تانستیم که یک تعداد زیادی از پوهنتون های خصوصی را مورد دقت و بازنگری قرار بدیم و در معیاری ساختن او پوهنتون ها هم نهایت کوشش روان است. ما در آینده ها انشالله تمام معیاراتی را که پوهنتون های دولتی سرشان تطبیق میشه ما با اونا هم عین معیارات وضع خواهیم کرد. بررسی هایی را که شما اشاره کردین انجام دادین چقدر در معیاری سازی این نهادها موفق بودین؟ یعنی هستن مؤسساتی که یک سمستر حتی در 3 ماه تمام میکنن، در 3.5 ماه تمام میکنن، اما مؤسسات هم هستن که در 4 ماه تمام میکنن و مؤسسات هم هستن که در 5 ماه تمام میکنن. یعنی تا هنوز وزارت تحصیلات عالی موفق شده که یک معیار مشخص همون شکل که در نهادهای دولتی وجود داره اینا رو وادار بکنن که با اونمون معیار زمان همون سمستر خود آغاز بکنن و پایان بدن. بله، ما چون فعلا سیستم کردیت در افغانستان رایج است در مؤسسات خصوصی و دولتی ما به صورت دقیق نظارت هایی که داریم از پوهنتون های خصوصی ما تعداد کردیت های از اینا را دقیقا محاسبه می کنیم. هرگاه اینا تعداد کردیت چی در ظرف 4 ماه یا 5 ماه یا مدت زمان متفاوت هرگاه به عموم معیار و به عموم تعداد کردیت اینا پورا میکنن ما حرف نداریم، به خاطر از اینکه خب اوقات تدریس ممکن است فرق کنه، ممکن یک تعداد کارمندای دولت باشن که اینا بخواین که بعد از وقت تحصیل عالی تکمیل بکنن، به این خاطر از نظر زمان ما اینقدر مشکل نداریم، ولی تعداد ساعت و تعداد کردیت ها را ما به صورت دقیق از اینا میخواهیم و ارزیابی میکنیم. در ارزیابی هایی که ما انجام دادیم واقعا ما هم با مشکلات برخوردیم از در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، ما به صورت قطع اونا را پیگیری کردیم مطابق با حالتشان، ما برشان جزای دیسیپلینی وضع کردیم و دوباره کنترل و نظارت کردیم، یعنی و ایرا دوام میدیم. البته شما میفهمین که تعداد مؤسسات خصوصی ما تعدادش زیاد است و زمانگیر است پروسه ارزیابی و نظارت، ولی تصمیم و آرزوی ما است که ما به صورت دوامدار و دقیق این پروسه را انجام میدیم و تا ای که اینا عموم معیاراتی را که وزارت تحصیلات عالی افغانستان در نظر داره یا وضع کرده با عموم معیارا خود برابر بسازند. یعنی چی زمان این ارزیابی تمام میشه و بالاخره چی زمان یک معیار مشخص بر اینا تعیین میشه؟ یعنی
هستند مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که یعنی از نام خوب برخوردار هستند، اما انتقادات بسیار جدی در داخل این نهادها وجود دارد. خب ما گفتم که پروسه زمانگیر است. واقعا ما یک ریاست داریم که تشکیل ریاست ما متاسفانه کوچک است، تعداد افرادی که در او ریاست کار میکنن اینقدر کافی نیست که ما به ازری وقت یا وقت برش تعیین کرده بتانیم، اما بررسی های ما جریان داره به صورت بسیار منظم و دقیق از چی در مرکز و چی در ولایات. تیم های ما به صورت بسیار منظم میرن و گزارش های مستند را از پوهنتون ها و مؤسسات خصوصی اینا تهیه میکنن و ما در اصلاح از اینا کوشش داریم، ولی ما بسیار دقیق نمیتونم زمانش را پیش بینی بکنم. اما چقدر مطمئن هستین که در این بررسی ها مصلحت در کار نیست و شفافیت همیشه شما بنده نظر میگیرین؟ خوشبختانه ما سیستمی را که ایجاد کردیم فعلا از چند نهاد ما هیئت برای بازرسی روان میکنیم. طور مثال ریاست مؤسسات خصوصی وزارت تحصیلات عالی، ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی و ریاست انسجام امور اکادمیک، و در مواردی که بسیار مشخص بررسی یک پوهنزه یا یک دیپارتمنت مطرح باشه از پوهنتون هایی که امورشته داره از استادای مجرب اونا دعوت میکنیم. یعنی در ترکیب تقریبا 4 نوع هیئت از 4 محیط یا بگویم ریاست های متفاوت در این ترکیب شامل هستند که انشاءالله هیچ نوع مصلحتی در کار نیست. تیم های ما متعهد هستند و با شفافیت کامل عمل میکنند. سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.